یکی از مهمترین مهارت هایی که باید داشته باشیم تصمیم گیری است اهمیت این داستان از اینجاست که هر آنچه که هستیم الان ما یه شرایطی داریم دیگه هر آنچه که الان هستیم چه از لحاظ مدیریت کشور چه از لحاظ مدیریت شخصی خودمون کاملا وابسته است به تصمیماتی که در زندگی قبلا گرفتیم ما یا مدیران گرفتن اصلا زندگی ما معادل است با تصمیماتی که گرفتیم کجا درس بخونیم با کی کار بکنیم چی، کجا ازدو... اصلا ازدواج اصلا بکنیم نکنیم مهاجرت بکنیم نکنیم آیا تصمیم بگیریم یارانه بدیم ندیم ببینیم همه دارن در سطح کلان تا سطح خیلی پایین که دیگه زندگی عادی همه ای ما میشه از این جهت هستش که تمام مشکلاتی که ما تو زندگی داریم یا ناکارآمدی هایی که در کشور داریم مستقیما وابسته مدیریت یعنی اگه بگیم چه مشکل چیه شما مدیریت باید درست بشه درست مدیریت تفاوت اصلا جوام پیشرفته و در حال رشد در مدیریت و بعد من بگم الان مدیریت چیه شما میگید مدیریت مجموعه است از تصمیم هایی که گرفته می شود توسط مدیر گرفته میشه در این ویدیو راجع به اینکه چگونه باید تصمیم گیری کرد آفت های تصمیم گیری چی هست به انگلیسی میشه decision making که یکی از مهارت های بسیار مهم نرم هست من در مورد مهارت های نرم ویدیو دارم مدیریت کار تیمی و فن بیان خیلی طولانی است تفکر خلاق ولی تصمیم گیری یکی از پایه ها و اصول اصلا زندگی بشر است پیامت چی هست میار های گیری چی هست راجع به این ها باید انواع تصمیم گیری چی هست صحبت خواهیم کرد که... که البته در مهندسی هم خیلی تصمیم گیری داره اهمیت اصلا یک مهندس به عنوان یک کسی که تو یک پروژه داره کار میکنه باید تصمیم بگیره که آیا این حالا بسته به کیس های مختلف مهندسی دیگه که این پمپی که دو... گذاشته شده درست طراحی شده یا نه آیا الان وقت تعمیرات هست نگهداری هست و یه مجموعی از این تصمیم ها هستش که مهندسی و همه علوم رو هست زندگی بشر رو در حالت کلی می سازم. سعی خواهم کرد که بیشتر طرح مثلا انجام بدم و تا حد ممکن چهارچوب قضیه رو براتون روشن بکنم که شما خودتون اگر علاق من بودین با توجه به زندگی شخصی خودتون برید دنبالش اصولا تصمیم گیری درست نیازمند تسلط به روانشناسی است نیازمند تسلط به جامعه شناسی است چون با افراد و انسان روبرو هستی. حتی فلسفه که تصمیماتی گرفته میشه مبنا داشته باشه و رو هوا نباشه بیدر و پیکر نباشه تا حدی به آمار و اطلاعات و داده وابسته است اینها هستش که با هم ت... و البته تخصصی که داریم دیگه در مورد دیگه مثلا ورزش داریم تصمیم گیری می در کنار اون مسئله تخصصی این موارد هم باید اضافه بشه یکی از روش های تصمیم گیری که میشه راجبش جدای ویدیو تهیه کرد طوفان مغزهاست یا ریز، ریزش مغز بارش فکری چیزایی از این برین استورمینگ هست انگلیسیش که خود این میشه به نظر من دقیقه رو علاقه علاقمند بودین من راجع به بحث بارش فکری و طوفان مغز صحبت خواهم کرد اما این مقدمه خلاصه بود که عرض کردم که اصلا اهمیت موضوع رو بفهمید چی هست آفات های تصمیم گیری چی هست خب به نظر مهمترین بخش هم اینه دیگه من بدونم که چی باعث میشه که یک تصمیم اشتباه گرفته بشه حالا یه بحث دیگه اصلا اینه که تصمیم درست و غلط رو چجوری میشه تشخیص داد چی باعث میشه که من معیار من چیه سنگ محک من چیه برای اینکه بگویم این تصمیم درست یا نه ممکنه یه کسی بیاد بگه این تصمیم درسته یکی دیگه بیاد بگه همون تصمیم غلط ولی یکی از اون موارد بسیار مهمی که در بحث در تصمیم گیری هست که ممکنه آفتش باشه قضاوت و اجتهاده به هر حال منی که مدیر هستم من اینکه اصلا یه این انسان هستم میخوام زندگی خودم مدیریت کنم مجبور هستم بعضی جاها قضاوت کنم من در مورد قضاوت صحبت کردم که اصلا خوب نیست یعنی ما باید سعی کنیم تو زندگی تا حد ممکن بدون اینکه قضاوت کنیم بریم جلو ولی بعضی وقتا باید قضاوت کنیم که من آیا این شخص رو استخدام بکنم یا نکنم تو شرکت خودم باید اجتهاد کنم نظرات خودم رو باید وارد پس یکی از جاهایی که ممکنه باعث بشه که تصمیم غلطی گرفته باشه اینه که قضاوت نادرستی انجام بشه یا یک اجتهاد نادرستی انجام بشه و به تبع اون احساسات باورها و افکاری که هر شخص برای خودش داره به شکل ناخداگاه وارد تصمیم گیری میشه و این اصلا چیز خوبی نیست ما باید سعی کنیم تا حد امکان برای اینکه اون قضاوت درستی انجام بدیم احساسات و باورها و افکار خودمون رو به شکل کنترل شده و با منطق و با شفافیت و با جمع به شکل جمعی یکی از راههایی که جلوی میشه گرفت اینه که تصمیم گیری به شکل جمعی انجام بشه و به شکل شفاف انجام بشه که من خودم دو بشینم واسه خودم یه چیزی تصمیم بگیرم کسی هم نفهمه و با آینده و زندگی افرادم بازی کنم و اینجوری نباشه تعارض منافع یک بخش نه همه با هم مرتبطن برای اینکه من قضاوتم غلط نباشه به عمد حالا یه وقتی از به عمد نیست خب من اشتباه میکنم که در مورد اینم اتفاقا صحبت خواهم کرد انواع مشکلات تصمیم گیری چی هست. ولی یه وقتی از نه واقعا به عمد به خاطر اینکه طرف رفیقمه به خاطر اینکه یه منفعتی دارم دارم به عمد تصمیم غلطی میگیرم خب باید این آیین نامه جدی به عنوان تعارض منافع داشته باشیم تو کشور ما متاسفانه تعارض منافع جدی گرفته نشده من یه ویدیو در مورد تعارض منافع در مباحث آکادمیک دارم که میتونید رو ببینید یه مورد دیگه بحث توهم در تصمیم گیری که افرادی که دچار توهم حالا انواع توهم‌های مختلف میشند و خب این مشکل ایجاد میکنه در بحث تصمیم گیری و البته تخیل که تخیل این دفعه روی دیگر سکه است که خوبه یعنی ما تخیل رو توصیه میکنیم توهم رو اختار میدیم که حواستون باشه دوچار توهم زدگی نشید ولی تخیل دارین که شما بتوانید و رو قرار بدید تو اون فضا تخیل آینده رو ببینید افراد رو ببینید خودتون رو جای افراد قرار بدید اونا چه نگاهی دارن بسیار حساسه به تفاوت بین توهم و تخیل رعایت اخلاق در تصمیم گیری که خب اگه رعایت نشه یکی از آفات های تصمیم گیری این هست که تصمیمات غیر اخلاقی گرفته بشه حالا خود فلسفی اخلاقی داستانی داره که اصلا شما پیرو به چه مکتب اخلاقی هستین من در مورد اخلاق در علم صحبت کردم و در ابتدای اون ویدیو به بهانه فیلم اوپنهایمر این کارو کردم در ابتدا در مورد فلسفه های اخلاقی مختلف صحبت کردم اونجا میتونید اون ده دقیقه رو ببینید نظر متوجه منظورم چیه اینکه شما پیرو به چه مکتبه فلسفی در اخلاق باشید تاثیر میذاره اینکه در اینکه شما چی رو اخلاقی بدونید چی رو اخلاقی ندونید حالا همین رو تو تصمیم گیری باید وارد بکنید در مورد کارشناسی بودن و تخصصی بودن خیلی وقتا هستش ما یه کار کارشناسی انجام میدیم که در نهایت یک تصمیمی بگیریم و متاسفانه بعضی وقتایی تصمیمی گرفته شده حالا باید کار کارشناسی به گونه ای انجام بشه که برسه به اون تصمیمی که ما گرفتیم خب این قطعا خطاست قطعا اشتباه هست متاسفانه خیلی ما اینو میبینیم یعنی یه می جوری کارشناسی کن که اونی که من میخوام بشم استاندارد های دوگانه داشتن شما می در یک برخورد با یک سری افراد یک جور می بینید در یک استاندارد برخورد با یک سری فرد دیگری یه جور دیگه تصمیم گرفته میشه استاندارد دوگانه این به تعارض منافع ممکنه برگرده به همون احساس ها و باورها و افکار شخصی و البته قضاوت های نادرست میتونه برگرده توهم زدگی ممکنه برگرده عدم تخصص نه اصلا خب قطعا باید تخصص داشته باشه شخصی که تصمیم گیری میکنه عدم درک درست نسبت به جهان اطراف ما خب در جهان داریم تصمیم زندگی میکنیم دیگه هر تصمیماتی میگیریم با توجه به اینترکشن یا تعاملاتی است که با جهان داریم به دبستان هایی است که با اطراف اگه این فکت ها و واقعیت هایی که از جهان اطراف هست ما به درستی درک نکنیم قطعا دچار همون توهمی که عرض کردم خواهیم شد و به خطا خواهیم رفت رعایت عدل و انصاف که البته اینکه که رعایت عدل و انصاف داشتن خب قطعا باید باشه ولی ما با باید سعی کنیم قوانین و مقررات رو به گونه‌ای قرار بدیم که تعارض منافع رو به گونه‌ای آیین نامش رو بنویسیم که افراد مجبور باشن که عدالت را رایت کنن مجبور باشن انصاف اگر نکنن برن زیر پرسش قرار بگیرن و ازشون بازخواست بشه خب یه لازمه‌ش هم شفافیت از قطعا برای اینکه اتفاق بیفته و البته عدم انعطاف پذیری ببینید ما یک سری آیین هایی داریم که خب یه سر مدیر داریم یه چیز متاسفانه چیزی که من خیلی میبینم آفت همین تصمیم هایی است که مدیران میگیرن یعنی که میگن تو آیین اینجوری نوشته دیگه خب اولن که به من شد تو آینامه اینجوری نوشته همینی که هست اولن که خب این آیین ها رو کی باید اصلاح کنه مدیر خب شما این که بگی همونجا هست خب مثلا کسی که بچه‌ای بزرگ میکنه بعد مثلا میگه خب خودت بزرگ کردی دیگه خب تربیت خودت بوده دیگه مثال حالا مثال مقدار محل فارقی بود ولی به این آیین ها مثل بچه های مدیران هستن که وقتی رشد میکنن بزرگ میشن و بعد میگیم خب این چیه فلان میگه نه دیگه تو آیین خوب عوض کنید اگه ایرادی دار. ولی مدیر خوب مدیری است که بالادستی خودش مطیع و فرمانبر نباشه بلکه بگه این آیننامه رو باید اصلاح کنیم آیه مدیر قانعش بکنه نه اینکه اون گفت این خوبه بگه چشم شما شما صلاح میدونید نتیجهش میشه همین که همینی که هست و این اتاف پذیری مدیران در مقابل تصمیم نمیشه میگه اگه قرار باشه اون آین ها اجرا بشه که خب دیگه ما با ربات چه فرقی داریم یه ربات بذارن اونجا خود اصلا نیاز به مدیر نداریم خود همون آین نامه رو یه کارشناس هم حتی میتونه انجام بده دیگه مدیران هستن که باید به درستی و با شفافیت بدون تعارض منافع با رعایت عدل و انصاف و با رعایت اخلاق این آین نامه ها رو بهترش کنن به گونه ای که مشکلات خلق الله رو بتونه برطرف بکنه و زمینه رو برای پیشرفت افراد در سیستم فراهم بکنه این مقدمه بود در مورد آفتهای های و البته انواع تصمیم گیری هم ما یه تصمیمگیری جمعی داریم یه تصمیم گیری فردی داریم در راستای همون توهم و اینایی که گفتم وقتی تصمیمات به صورت شورایی گرفته میشه خب توهم یک فرد دیگه از بین میره به شرطی که افراد شورا به درستی انتخاب شده باشن و نه اینکه همشون مثلا نوچه های اون مدیر باشن اومدم دکوری نباشه شورا به معنای واقعی داره مرز میکنه و البته همون برای اینکه احساسات شخصی افراد درگیر نشه تعارض منافع پدر سوختگی چه میدونم لچ کردن پارتی بازی اینا نباشه باید تصمیمات جمعی گرفته بشه و شفاف و البته یک نوع تصمیمات علمی داریم یه سری تصمیمات دیمی داریم که حالا دیگه خودتون قضاوت تص... کنید که تو ایران جزء کدوم دست است این هم یک بخش قضیه بعد بخش بعدی پیامدهای تصمیم گیری هست اینکه وقتی ما یک تصمیم میگیریم باید حواسمون باشه به پیامدش اولا باید آینده رو پیش بینی کنیم پس یکی از خصوصیات مهم در تصمیم گیری قدرت پیش بینی آینده است من در مورد آینده خیلی صحبت کردم که این آینده پیش بینی اون زندگی به سبک بنجامین باتن مثلا خیلی اینقدر هفش ویدیو در مورد آینده دارم که دیگه به نظرم به اما مهمترین معیار اینه که ببینم الان من این تصمیمو میگیرم در میان مدت کوتاه مدت و بلند مدت ببینید تو هر ستاش چه عواقبی به همراه خواهد داشت اینو باید خوب من بتوانم پیش بینی کنم اگه اشتباه پیش بینی کنم همین اتفاقاتی که میشه مثلا یه چیزی گرون میشه یا یه چیزی میشه بعد یه اتفاقاتی میفته خب یه تصمیم گرفته شده دیگه و عواقبش چیه هم خیلی وقتا اصلا عواقب کوتاه مدت در نظر گرفته میشه مثلا تو کشورهایی که در حال توسعه هستن در صورتی که خب میگه حالا فعلا مشکلمون حل کنیم بریم جلو ببینیم چی میشه در صورتی که خب پنج 5 سال بعد چی میشه ده سال بعد قراره چه بحرانی ایجاد بکنین تصمیمی که شما الان گرفتی پس قدرت پیش بینی آینده و بررسی پیامدهای میان مدت کوتاه مدت و بلند مدت و البته تصمیمات سخت بعضی وقتا این پیامدها رو که وقتی بعد عرض میکنم اینه که خب بعضی تصمیمات تصمیمات سختی هستن باید ریسک پذیری در اینها وجود داشته باشه و باید اقناع افکار عمومی میتونه حالا یه کلاس درس باشه میتونه یه خانواده سه نفره باشه میتونه یه جامعه باشه یه دانشگاه باشه هر جا باید افکار عمومی اقناع بشن که این تصمیمی که گرفته شده تأثیر مثبتی در زندگی اینها میذاره و الان اینکه من بشونم تو اتاق خودم به شکل غیر شفاف و حالا تعارض منافع و اینها یه تصمیماتی بگیرم و یه سری بدبختی هم اونجا پیامت های تصمیم من گریبان اونا رو میگیره این نمیشه نتیجه میشه که خب یه اتفاقاتی میفته اعتراضاتی ایجاد میشه تعارضات ایجاد میشه اقنای افکار مومی در مواجهه با پیامدهای تصمیماتی که در آینده گرفته میشه این خیلی دارای اهمیته که باید اون مدیران محبوب باشن در جامعه اونا رو قبول داشته باشن که حتی اگه یک تصمیمی گرفته میشه که به ظاهر غلطه مردم میگن این کارش درست این حتما میدونه داره چیکار میکنه پس اب نداره بذار قبول کنه این میشه مدیری که مدیر به معنای واقعی رئیس نمیشه میشه مدیر من در مورد مدیریت هم یک ویدیوی البته تهیه کردم و البته اینکه در این پیامت های تصمیم گیری ما خب ممکن اگه به خطا بره یا به باعث ایجاد گناه بشه یا باعث ایجاد خلاف بشه این خطا گناه و خلاف سه تا از مواردی هستن که در تصمیم گیری ممکنه ایجاد بشه حالا خودتون هم حدس که گناه بیشتر جنبه عقیدتی و باور و ایمانی داره خب اگه من قرار باشه که به صورت ایدئولوژیک نگاه کنم میگم آقا این کاری که شما میکنی مثلا گناهه نکن این کارو این یک یک جنبه دیگه خطا است و خلاف یعنی اینکه من مخالف آیین های موجود عمل بکنم آینامه ای که هست رو نقض بکنم این یک سمت قضیه میشه همون تعارض منافع و پارتی بازی و اینا که خب باید نظارت باشه برخورد بشه یک سمت قضیه میشه همون جنبه مثبت قضیه میشه اینی که من به عنوان مدیر اعتماد به نفس دارم میرم به بالا دستی میگم آقا این آیننامه ای من مشکل داره ها من نمیخوام اینو رعایت را کنم میخوام خلاف این عمل بکنم و اصلاح بکنم آیین رو به گونه ای که دیگه نیاز نباشه خلاف انجام اگه اون انتاف که عرض کردم در ابتدا باشه و اگه اون افراد لایق و با تخصص و با اعتماد به نفس در پست های مدیریتی استفاده بشن و نه افراد بله قربانگو خب اینها به مرور زمان آین ها زمان رو ازش تخطی میکنن و آین ها رو اصلاح کنند که دیگه از اون به بعد دیگه تخلف نباشه خیلی وقت هست این یک جوری نوشته شده که اصلا خودش با خودش تناقض داره و این باعث شده که تحت هر شرایطی تخلف رخ میده یعنی یا باید اینو انجام بدی یا اینو هر دوتاش هم تناقض داره با اون آیندوم خب یه مدیر خوب اینه که جلو یک چنین چیزایی رو بگیره و البته خطا که سومیه از گناه تخلف و خطا که خطا یعنی اینکه اصلا به عمد و اشتباه انجام بشه حالا اگه غیر عمده یا عمده و این قضیه در کنار همه اینها معیارهای تصمیم گیری چی هست آخرین مطلبی که راجع به صحبت کنیم مثلا من چه باید با چه معیاری باید تصمیم گیری انجام بدم خب من یه سری موارد رو میگم شما هم حتما تکمی بفرمایید در کامنت ها مواردی که به ذهنتون میرسه و تجربیاتی که دارید رو و خب بفرمایید که چه موارد دیگه‌ای به جز این میتونه مثلا تو معیارهای تصمیم گیری باشه خب یکیش عرفه به نظر شما عرف در تصمیم گیری چقدر تأثیر داره اینکه مثلا من تصمیم میگیرم که دروغ بگم یا چرا قرمز عبور کنم میگیم چرا این کارو می‌کنی میگم آخه با عرف جامعه است دیگه نرم جامعه است ما در محاسبات عددی مفاهیمی داریم به نام نرم میگیم نرم جامعه است دیگه همه رد میشن دیگه منم بذاره آیا این به لحاظ اخلاقی میرسیم به همون داستان اخلاق در تصمیم گیریم آیا این که همه میکنن پس منم بکنم خیلی متاسفانه خیلی الان رای جهانی من دارم میبینم تخلفات راهنمایی که یکی از چرا قرمز رد میشه بقیه نگاه میکنم میگه جاله خب ما هم رد شیم دیگه یا <applause> مثلا میدون خلاف جهت میره بقیه هم یاد میگن دوبله پارک میکنه بقیه هم یاد میگیرن تو وسایل مدیریتی هم ای بابا هر کی میره تو فلان جا که داره میگه هم پس بریم بکنیم دیگه آیا این یک درست معیار تصمیم گیری دومی هم است که به اون تعارض منافع و به اون داستان برمیگرده که قطعا خب باید باهاش برخورد بشه با این نام های بسیار جدی و البته با ایجاد شفافیت در تصمیم گیری نکته خیلی مهم در معیارهای تصمیم گیری تشخیص اولویت هاست اینکه من باید تشخیص بدم که اولویت من چیه الان من به عنوان خانواده ای که چاری مشکلاتی شده مثلا 5 تا مشکل دارم خب این 5 تا مشکل من کدومش اولویت داره آیا همزمان هر پنج رو میتونم حل کنم خب اگه میتونم بکنم که بسم الله اگه نشه کدوم اول باید قرار بدم در جامعه هم همین است بحث های مختلف هم که او تشخیص صحیح اولویت ها یکی از مهمترین پیش نیازهای تصمیم است چون اگه درست تشخیص داده نشه شما میرید در یه مورد یه چیزی تصمیم میگیری که هیچ تأثیری تو عمل کردن سیستم نداره یه علف هرزیه فقط شاید چه بس تاثیر منفی هم داشته باشه های درست و غلط بودن تصمیم چیه اون فیدبکی که از جامعه میگیریم معیار ماست اینکه من یه تغییری میدم یه تصمیمی میگیرم یه اتفاقی میفته سریع بلافاصله به شکل پویا دینامیک فیدبک میگیرن تصمیممو به روز میکنم آیین نامه رو به روز میکنم تو جهانی که این همه تغییر درش داره رخ میده آیین ها باید هر 6 ماه هر یه سال به روز حتی شاید زودتر لازم باشه حتی آیین الان تصویب شده یه ماه بعد میشیم یه داره بلا فاصل اصلاحش میکنیم اینو و این اصلا پس اینجا باید مطرح میشه که معیار درست و غلط بودن چیه این که من فیدبک میگیرم از جامعه جامعه چی اتفاقی درش افتاده از نظر من این خیلی اتفاق خوبیه پس تصمیمم درست بوده دیگه ادامه میدم یکی دیگه میاد میگه کجا این خوبه این که فاجعه است همون اتفاقو میگه ها یعنی یه چیز از دو نگاه هم و اون میگه فاجعه است آقا بردا درستش کن تصمیمی که گرفتی رو مورد بعدی نیل به هدف هست معیار تصمیم گیری این که من جوری تصمیم گیری کنم که به یه هدفی برسم مثلا خب باید هدف باشه اول خیلی وقت هدف نیست اینجا داریم الله بختی دور یه دیمی داریم دور هم زندگی میکنیم دیگه الله بختکی داریم زندگی میکنیم اگه یه هدفی باشد خب قطعا برای نیل به آن هدف باید تصمیمات به گونه همگرا باشن که ما رو من هدف برسون یه نوع دیگه که به نظرم تو ایران خیلی وجود داره تلاش برای بقاست یه داروینیسم هست که ما بلاغی جوری تصمیم بگیریم که فعلا این یه سال دوم بیاریم این همون پیامدهای های تصمیم گیری کوتاه مدت و میان مدتی که عرض کردم یکیش هم همینه دیگه تلاش, تلاش برای بقا صرفا این هم یه چیز دیگه تصمیم گیری بر اساس عوامل استراتژیک یا تصمیم گیری بر اساس درک صحیح فکت هایی که در جهان هستی اطراف ما وجود داره درک درست نسبت به آن اتفاقاتی که بین انسان‌ها داره رخ میده چه بین کشورهای مختلف چه بین آدم‌های مختلف توی شرکت توی دانشگاه بین شاگرد و استاد بین خانواده پدر این یه روابط صحیح انسانی رو درک کردم تصمیم گیری باید بر اساس داده ها و اطلاعات قابل سنجش و قابل رسد و قابل صحت سنجی باشه اینکه من یک جوری یه سری داده ای داشته باشم که اصلا نه کم میسازی بشه یه رو هوا حرف بزنه آقا خوب شد دیگه وضعیت من دیگه خوب شد آخه رو چه اساس داری میگی با چه داده ای داری میگی بعد این داده آیا صحت شده آیا اصلا امکان صحت داره که ببینم این داده ای که داده شده اصلا درسته غلط از کجا اومده و باید داده ها به برا... خاطر کردم که یکی از خصوصیات مدیران در تصمیم گیری باید اطلاع از آمار و علم آمار تا حدی باشه یا حداقل مشاور آماری در کنارشون باشه ولی داده های قابل رسد قابل کمی سازی کردن و قابل صحت سنجی کردن صحت سنجی شده و البته این که من تصمیم گیری می صرفا بالا دستیم و رازی نگه دارم من بندگی بر اساس بندگی اینکه یه جور بگن که اون خوشش بیاد یا نه تصمیم گیری بر اساس عوام فریبی جوری تصمیم بگیرم که مردم رو فریب بدم اینکه حالا این تصمیم به ضررشونه یا به نفعشونه مهم نیست که همه مردم بگن به به چه چه یا حتی بر اساس راضی نگه داشتن همه اینکه من توی شرکتی 10 تا آدم هست من تصمیمات رو جوری بگیرم که هر 10 تاش راضی باشن که نمیشه این چون بین این ده نفر 5 تاش خیلی خوب کار میکنن ما باید با اون پنج نفر ضعیف برخورد کنی به اون 5 نفر قوی توجه کنی اگه نکنی همه رو یه جوری ببینی نارضایتی ایجاد خواهد نمیتونی اصلا همه رو راضی نگه داری ولی خب افرادی که قوی کار میکنن معمولا تعدادشون کمه دو سه نفرن نتیجهش میشه که اونم ول میکنه میره خارج و از از سیستم خارج میشه و بعد خب نیروی انسانی مهمترین اصل در تصمیم گیری است اما تصمیم گیری رو بر اساس نیروی انسانی انجام میدم من وقتی اینا آدمشو ندارم خب تصمیم کی باید اجرا کنه من تصمیمو گرفتم کی باید اجرا کنه نیروی انسانی باید اجرا کنه پس من به خاطر همین مدیریت منابع انسانی خیلی مسئله مهمی در بحث تسلیم است حل مشکل اینکه تصمیمات باید جوری باشه که پرابلم سالوینگ یکی از مهارت های دیگر نرم هست که اگه عمری باشه من در مورد پرابلم سالوینگ هم میتونم یک ویدیو جداگانه تهیه کنم خلاقیت در تصمیم گیری ایجاد همکاری هم عرض کردم که در تصمیم گیری مهمه که افراد کیا هستند اینا قراره چه جوری با هم کلابریشن داشته باشن چگونه با هم در کنار همین تصمیم رو اجرا کنن میشه این تصمیم رو اجرا کرد قابلیت اجرا داره یا یک چیز توهمی تو ذهن منه یا رویای منه درک دیگرانی داشتن هوش هیجانی خوب داشتن در موقع تصمیم گیری که تصمیم گیری در شرایط بحرانی یکی از اون موارد بسیار حساسه که الان من باید تصمیم بگیرم بکنم یا نکنم و همین بکنم نکنم ممکنه آینده یک تعداد بسیار زیادی آدم رو تحت تاثیر قرار بده سیلی بیاد شاید من تصمیمات درستی گرفتم تصمیمات درستی رو نگرفتم یا تصمیمات غلطی گرفتم یا تصمیمات غلطی رو نگرفتم همه اینا هست دیگه اینکه یه وقتی درست تصمیم گرفتن به کنار بعضی تصمیمات درست رو نگرفتن هم یکی از مواردی است که ممکنه باعث بشه شما باید مگه نمیدونستی قرار سیل بیاد چرا نیومد یه کاری کنی که این اتفاق نیفت و البته گرفتن فیدبک و موارد دیگه میکنم در حد مقدمه و طرح مسئله خوب بود اگه کامنتی بود لطف میکنی در زیر ویدیو با من به اشتراک میگذارم